درود بر همه دوستان و عزیزان. یک مسئله که چند روزه منو عذاب میده خواستم باهاتون در میان بذارم. این رها اعتمادی به عنوان که شوهر گوگوشه و 5 سال خانم گوگوش داره مخارجشون میده و به اینجاها رسونده که برای گوگوش تصمیم میگیره به خاطر که یک گرین کارت هم بگیره. اون شخص آدم کثیفیه، بی وجوده، شخصیت نداره، اصالت خانوادگی نداره، معلومه بچه کی هست، اون پدر دعیوسش معلومه کدوم مادرش، که بیاد کسی که 5 سال خرج زندگیش کرده و بی احترامی کنه به یه سوپر استار ایرانی، برای من خیلی گرون تام شده. من تو زندگیم یه همچین اهانتی به گوش نکردم که یه همچین آدم کثیف و خائن و خائن مملکت جزو حزب توده دعیوس با سوپر استار ما چنین با شخصیتی رفتار میکنه. ویدیوشو میبینین و چطوری بی احترامی به زنی که با تمام وجودش بهش حمایتش کرده، بچه هاشو گذاشتی کنار، نواهاشو گذاشتی کنار به خاطر یه همچین بچه سوسول. نگاه کنین، به این قضاوت شما هاست که چنین شخص کثیفی رو تو جامعه تردش کنیم که به سمبل هنری شما و عشق شما، من به طرفداران گوگوش دارم میگم که اینقدر سنگ به سینه گوگوش میزنین، دریابین چه کسی داره کسافت کاری میکنه در زندگی گوگوش. طناز خامع که از سال 2012 به استخدام شبکه مناتو در اومد، از همان ابتدا در اتاق خبر این شبکه فعالیت داشت. وی که یکی از سردبیران این برنامه به حساب میومد و به عنوان فردی تاثیرگذار در پیشبرد اهداف شبکه به حساب میومد، ناگهان با درج پستی در صفحه شخصی خودش از جدا شدنش از شبکه مناتو خبر داد. به علت جداییش رو بی اخلاقی و نبود انسانیت در این شبکه اعلام کرد. طناز خامه طی چندین پست در فیسبوکش با لحنی تند خطاب به رها اعتمادی چنین نوشت: انسانیت و معرفت در وجود هر کسی نیست. وی با اعتراف به اینکه هرگز نمیتونه این اقدام جنون‌آمیز رها اعتمادی رو بپذیره، در پستی دیگه نوشت: هر شب قبل از خواب به خودم امیدواری میدم که شاید فردا روزی باشه که بهم ثابت بشه که تمام فکر و احساسای من توهم بوده. ولی هر روز که میگذره بیشتر احساس میکنم که چه ساده واقعیت‌ها رو به پای توهم خودم نوشتم. و این مرد یه خواهم بیشتر نیست و با پرونده‌هایی که در انگلیس و اروپا داره
این مرد شرف داره که از خودش بگذره با بچه ها بخوابه؟ وای به حال بقیه. بنا به دلایل گوناگون من از مناطق بیرون اومدم. روزای اول اصلا تصمیم نداشتم که با این کار کنم، با این شبکه. وقتی اولین بار کیوان و ناصر رها با من تماس گرفتن که آقا ما اسپانسوری پیدا کردیم که تلویزیون منو ببین تیوی رو که تلویزیون اینترنتی بود و گسترش بدیم و میزان بودجه که لازم داشتن، من با ناباوری گفتم که خب خیلی عجیبه، چون من حقیقتش نمیدونم بودجه تلویزیون VOA و BBC چقدره، ولی در حال حاضر من و تو 200 تا کارمند داره. این ساختمان جدید، استودیو جدید، یکی از بزرگترین استودیوهای رسانه‌ای است در خارج از کشور در لندن. با یک چنین شکلی قدر مسلم اینه که نهادهای و ارگانهای وابسته به دولت این کارو میکنه. من واقعا خیلی رنج بردم، افسوس میخورم چطور همچی آدم های کثیفی میان تو زندگی چنین هنرمندانی که با شخصیتشون و با حسیت خانوادگیشون بازی میکنن. مردم دریابین هنرمند خودتون، همین چیز دیگه من نمیتونم بگم جز یه مرد کثیف. این شخص بیشتر نیست. میریم و برمیگردیم تا برنامه بعدی.